چهار روزنامه دیلی نیوز چاپ آمریکا در تاریخ 23 آپریل 2003 در صفحه اول خودش مطلبی رو تحت عنوان فستیوال آف بلود به معنی بسیار زیبای جشنواره خون به چاپ رسونده که در اون به غمزنی شیعیان کربلا پرداخته و نه تنها تمسخری در اون دیده نمیشه، بلکه احترام و تحلیل واقعا قابل توجهی نسبت به این نوع عزاداری شیعیان در اون به چشم میخوره. به ترجمه بخش‌هایی از اون توجه کنید. شیعیان پرهای خود را با شمشیر می‌شکافند تا شهادت امام حسین علیه السلام را در کربلا سوگواری کنند. سفر برای فدا شدن. شیعیان در شهر کربلا سوگواری سالانه نبی حضرت محمد حسین را که در قرن 7 میلادی می‌زیسته برگزار می‌کنند. آنها به وسیله خون روز مقدس را گرامی می‌دارند. شیعیان بعد از 30 سال آزادند تا برای اولین بار در شهادت امام حسین سوگواری کنند. برای اولین بار پس از 3 دهه شیعیان عراق آزاد بودند تا مقدسترین روز خود را گرامی بدارند. آزاد برای خزیدن روی زانوهای پرخون و برای زنجیر زدن و شکستن سرهای خود با قمه. با توجه به سقوط صدام دیکتاتور عراقی که قادر نیست سوگواری میلیون ها شیعه را در شهر مقدس کربلا جلوگیری کند، شیعیان در اقدام نمادین عشق و علاقه خود را نشان دادند. در زیر آفتاب سوزان عزاداران عرق ریزان و خون‌آلود به دور حرم امام حسین با فشردگی زیاد حلقه زدند. آنها خود را با زنجیر زدند و از سرهای خود خون پاشیدند و پرچمها را تکان دادند. پرچم سیاه برای عزاداری، سبز برای اسلام. صدام این گونه عزاداری ها را در قلب کربلا ممنوع کرده بود که می ترسید که این گونه عزاداری ها به یک انقلاب علیه وی تبدیل شد. بسیاری از آنها تأثیر شدید خود را از شهادت امام حسین به وسیله قمزنی و زنجیرزنی مداوم بیان می کردند.